برایان هوک: تحریم ها علیه ایران نتایج عالی در پی داشته است. آخرین جلسه دادگاه روح الله زم برگزار شد. سفر وزیر خارجه آلمان به اسرائیل با پیام هشدار علیه الحاق کرانه باختری. ابهام در مورد آینده پیمان اتمی آمریکا و روسیه به دلیل اختلاف بر سر چین. روزنامه های ایران: قاضی منصوری به سفارت ایران در آلمان نرفت. اکبر طبری در دادگاه: روشن است ماجرا پرونده سازی است. مجتهدزاده یک روز پس از بازداشت آزاد شد. دورفشان در بازداشت. با سلام و درود خدمت همه هموطنان عزیز، توجه شما را به شنیدن این بخش خبری جلب می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران نتایج عالی در پی داشته و ایالات متحده از طریق این فشارها توانسته است که دسترسی تهران به میلیاردها دلار منابع مالی را قطع کند. برایان هوک روز سه‌شنبه 20 خرداد در یک گفتگوی ویدیویی با بنیاد هریتج همچنین گفت که واشنگتن در تلاش برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران است. چین و روسیه با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران که قرار است اواخر مهر ماه امسال به اتمام برسد مخالفت کردند و روز سه‌شنبه نیز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت با توجه به اینکه آمریکا از برجام خارج شده است، دیگر نمی‌تواند از حق حضور قبلی خود در برجام برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران استفاده کند. مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا اختلافات سیاسی ایالات متحده با دیگر کشورها را تاکتیکی عنوان کرد و گفت که این اختلافات ریشه‌ای نیست. آقای هوک با اشاره به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که گفته بود لغو تحریم‌های تسلیحاتی پیروزی سیاسی بزرگی برای ایران خواهد بود، اظهار داشت اگر چنین اتفاقی بیفتد این خبر بدی برای آمریکا و همپیمانانش خواهد بود. ششمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روح الله زم، بنیانگذار وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، روز سه‌شنبه 20 خرداد برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله زم در این جلسه دادگاه اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و توهین به مقدسات را رد کرد. آقای زم در پنجمین جلسه دادگاه نیز این اتهامات را رد کرده و گفته بود که کار خبرنگاری می کرده است. خبرگزاری مهر مدعی شده که آقای زم در جلسه پایانی دادگاه اتهاماتی چون توهین به ماموران دولتی و تحریک مردم به اغتشاش، نشر اکاذیب و حمایت از محکومان امنیتی و خانواده پهلوی را پذیرفته است. پرونده آقای زم که از مهر ماه پارسال در بازداشت به سر می‌برد، در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی در حال رسیدگی است. بیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز با ناعادلانه خواندن روند دادگاه روح الله زم نسبت به احتمال اعدام وی هشدار داده است. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان قرار است روز چهارشنبه 21 خرداد به اسرائیل سفر کند تا به نخست وزیر این کشور در مورد پیامدهای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به خاک خود هشدار دهد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای ماس قرار است در این سفر مخالفت شدید اتحادیه اروپا را با این طرح به مقامات اسرائیلی اعلام کند. این سفر در حالی انجام می شود که آلمان خود را از اول ماه ژوئیه 20 روز دیگر برای ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا آماده می کند. احراز ریاست دوره‌ای آلمان بر اتحادیه اروپا بدین معنی است که برلین در تصمیم گیری در مورد تحریم‌های احتمالی این اتحادیه علیه اسرائیل نقش اساسی ایفا خواهد کرد. ضمیمه کردن شهرک‌های یهودی نشین و دره رود اردن بخشی از طرح مناقشه برانگیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خاورمیانه است. بنیامین نتانیاهو قرار است از اول ماه ژوئیه پیشنهاد الحاق بخشی از کرانه باختری را برای رأی گیری به کابینه اسرائیل یا پارلمان آن کشور ارائه کند. هایکو ماس نخستین مقام بلندپایه خارجی است که از زمان آغاز به کار دولت جدید در اسرائیل به این کشور سفر می کند. بنابر گزارش ها وزیر خارجه آلمان قرار است در اسرائیل علاوه بر بنیامین نتانیاهو با گابی اشکنازی وزیر امور خارجه و بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل نیز دیدار و گفتگو داشته باشد.
در حالی که روسیه و ایالات متحده قرار است باب مذاکرات جدیدی را در مورد یک پیمان مهم کاهش زرادخانه هسته‌ای باز کنند، مسکو علیه اصرار دولت آمریکا برای وارد کردن چین به این گفتگوها هشدار می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کشور خود را از چند توافق بین‌المللی بیرون آورده، اما به حفظ پیمانی موسوم به استارت جدید در شکلی جدید علاقه‌مندی نشان داده است. استارت جدید که در زمان جنگ سرد و در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به امضا رسید، از ایالات متحده و روسیه می‌خواهد که تعداد سکوهای پرتاب موشک‌های راهبردی هسته‌ای خود را نصف کنند. تاریخ این توافق در ماه فوریه، یعنی دو هفته پس از پایان دوره فعلی ریاست جمهوری دونالد ترامپ منقضی می‌شود. روسیه و برخی از نمایندگان دموکرات ایالات متحده در اصل خواهان تمدید همین توافق کنونی هستند و به تنظیم یک پیمان جدید دیگر در این مورد تا فوریه به دید تردید می‌نگرند. اما دولت ترامپ که به امضای توافق جدیدی که ادامه استارت جدید باشد علاقه نشان داده، می‌گوید که چین را نیز باید به مذاکرات جدید وارد کرد، زیرا زرادخانه هسته‌ای آن کشور نیز در سال‌های اخیر گسترش یافته است. قاضی منصوری در پیامی ویدیویی گفته بود برای بازگشت به ایران و شرکت در دادگاه انشاءالله فردا به سفارت جمهوری اسلامی می رود. او نگفت در کدام کشور است. برخی رسانه ها می گویند در آلمان است و به سفارت هم مراجعه نکرده است. در واکنش به بازتاب خبرها و اتهاماتی که به قاضی غلامرضا منصوری وارد شده، او عصر دوشنبه 19 خرداد با انتشار یک پیام ویدیویی مدعی شده که برای مداوا در خارج از کشور به سر می‌برد و بسته بودن مرزها به دلیل کرونا باعث شده که او نتواند نه هوایی و نه زمینی به کشور بازگردد. منصوری در این ویدیو میگوید انشاءالله فردا حتما به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه میکنم تا مقدمات برگشتم به این کشور و شرکت در جلسه دادگاه و دفاع را انشاءالله فراهم نمایم. امروز چهارشنبه 21 خرداد، اما روزنامه اعتماد می‌نویسد یک منبع آگاه در سفارت ایران در آلمان در گفتگو با اعتماد ادعای غلامرضا منصوری را در مورد مراجعه به سفارت برای بازگشت به ایران رد کرد. یک منبع آگاه در این سفارتخانه به اعتماد گفته است غلامرضا منصوری در طول دو روز گذشته نه به سفارت آمده و نه تماسی با آنها برقرار کرده است. در نخستین جلسه محاکمه اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه، در دوره صادق لاریجانی و حدود 20 متهم دیگر که روز 18 خرداد برگزار شد، طرح نام برخی متهمان واکنش‌ها و افشاگری‌های زیادی را در پی داشت. اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه ایران که به فساد متهم شده، در جلسه دوم دادگاه تمام اتهام‌ها علیه خود را رد کرد و گفت 20 سال به قوه قضاییه خدمت صادقانه کرده است. آقای طبری اتهام‌ها را پرونده‌سازی و افترازنی خواند و گفت اکثر این اتهام‌ها مربوط به 10 تا 15 سال گذشته است و رسیدگی یا مختومه شده است. او گفته علارغم تلاش یک ساله نتوانستند کوچکترین بهانه و دستاویزی برای اتهام زنی مرتبط با شغل و سمت من ارائه کنند. اکبر طبری پس از 20 سال حضور در قوه قضاییه ایران اواخر سال 97 برکنار شد و اطلاعات سپاه او را 23 تیر ماه 98 بازداشت کرد. او در زمان ریاست محمود هاشمی شارودی و صادق آمالی لاریجانی بر قوه قضاییه مدیر کلی امور مالی و معاونت اجرایی حوزه ریاست آن را بر عهده داشت. اکبر طبری اکنون در دادگاه گفته آقایانی که به عنوان متهم از آنها نام برده شده، موارد اتهامی اغلبشان ارتباطی به من ندارد. علی مجتهدزاده وکیل پایه‌یک دادگستری پس از یک روز بازداشت آزاد شد. خبرگزاری برنا گزارش کرد که آقای مجتهدزاده که روز 19 خرداد بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شده بود، روز 20 خرداد با سپردن وثیقه 400 میلیون تومانی آزاد شده است. هنوز جزئیاتی از علت بازداشت او منتشر نشده است. پیش از این گزارش‌های مبنی بر ضبط تعدادی از لوازم شخصی این وکیل دادگستری از سوی مأموران امنیتی که وی را بازداشت کرده بودند نیز منتشر شده بود. در همین حال سعید دهقان وکیل دادگستری نیز روز 19 خرداد خبر داده بود که پیام دورفشان، دیگر وکیل دادگستری، نیز بدون احضاریه قبلی با حضور مأموران در دفتر کارش بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شده است. از علت بازداشت وی نیز اطلاعی در دست نیست.
آقای دهخان که وکیل مدافع پیام دورفشان است به خبرگزاری ایلنا گفت آنچه که حائز اهمیت است این است که پرونده جدید برای وی تشکیل شده، اما تا کنون هیچ جزئیاتی از دلیل بازداشت در اختیار ما قرار نگرفته است. علی مجتهدزاده و پیام دورفشان در سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشتند. ممنون که تا انتهای این بخش خبری با ما همراه بودید. خدا نگهدار.